خیلی خوب، به دایره جنایی یوتیوب که خیلی زود بزرگ شد خوش اومدید. لطفاً کامنت بذارید، چون هر کامنت یک سرنخ احتمالیه. شاید هم نه، چون حالا به لطف محمودی پس از هفته ها انتظار قاتل کشف و از چهرش پرده برداری شد. تو این ویدیو میخواییم با هم شواهد و مدارک موجود از منصور رو بررسی کنیم. آخر هفته میریم موبان دیگه بیرونش. میبینید که دارم کمتر وول میخورم. در درجه اول مثل همیشه بعد به نظر شما مراجعه کنیم. من زمانی که این قسمت رو دیدم و از انگیزه های منصور برای چزوندن نعیم آگاه شدم، خشک شدم و دیدم محمودی داره یه تشت آب یخ میریزه بر پیکرمون. برای همین در گزینه های نظرسنجیمون فقط یه گزینه مثبت گذاشتیم، اونم در لحظات پایانی و اونم با طعنه، اینجوری که آره عالی و درخشان بود. اما در کمال تعجب تا این لحظه 62% از شما معتقد بودید که اپیزود عالی و درخشان بود، اونم بدون طعنه. برای همین در ابتدا سعی میکنم تو نیمه پر لیوان پادو چرخه بزنم. اینکه بالاخره تکلیف مشخص شد ایده خوبی بود. اگر این اتفاق در اپیزود نهایی میافتاد، مطمئنن دیس محمودی بزرگ و کوچیکو تقدیمتون میکردم. اما اینکه در میانه فصل سوم فهمیدیم کار منصوره و بالاخره چهره پلیده شد دیدیم، برای محمودی یه فرصته. حالا محمودی در سه اپیزود پیش رو فرصت این رو داره تا حتی مخاطبین ناراضی مثل من رو راضی کنه. حالا در مورد این مشخص شدن تکلیف میتونم بنی اسرائیلی تایپ اشکال بگیرم، میتونم نگیرم. یعنی از یک طرف میتونم بگم که اوکی، محمودی پرونده مرد سوزنزن و مرد گازولیت هاش رو راکب کت به دست و توی یه سکانس بستی، گفتی همشون منصورن، دمت گرم. اینا رشته های نیمه تمومی بودن که بستنشون سبب تسلی خاطره. ولی از طرفی میتونم بگم که مرد حسابی محمودی، وقتی از منصور چهره نداشتیم، خب تمام تمرکزمون رو ویژگی های ظاهریش بود، مثل شلیدن یا لباساش. و بله، منصور یه جاهایی نشلی، یا مثلا منصور این لباس بوگندو رو هفته ها از تن به در نکرد. حتی سر خاک صابر خدا بیامرزم با همین لباس حاضر شد، ولی زمان اساسینیت ساحل رفت لباس عوض کرد. من این اشکالات رو کنار میذارم، چون شده دیگه انتخاب محمودیه. به ما چه؟ در مورد رونمایی از مرد واتسپی، این که در ابتدا چهره منصور بر ما مشخص نبود جالب بود، پوستشی رو اسرارآمیز کرد. اما طولانی شدن عدم پرده برداری از منصور یک مقدار گمراه کننده بود و باعث میشد ما مدام حمله ببریم سمت رضا پروانه و صدرا و امثال هم. و خب ما میدونستیم که مشتاق پیرزاده یه گزینه است. در نظر سنجی اپیزود هفتم فصل دوم 14% از شما مشتاق پیرزاده رو برای ایفای نقش آدم رو برگزیدید. اما یادم احسان منصوری ایده داشت، چهره جدید برای ایفای نقش منفی پوستشی ایده جالبیه، چون پیشفرض بصری به همون نمیده. حالا نمیدونم مشتاق پیرزاده این خاصیت رو داره یا نه، چون همین که تو مترجم باشی تو رو به یه آدم بد تبدیل میکنه. مشتاقم که نظر تو رو در مورد رونمایی از منصور بدونم. آیا موجی پیر ارزش این همه انتظار رو داشت یا نه؟ به نظر من نه. و حالا بیاییم بریم سراغ شائبه ها و تئوریای موجود در بین سرنخ های شما و بعدم بیریم سراغ انگیزه های منصور. بیچای لاف، سوال اول نعیم میزنه یا نه؟ سوال بزرگ و اصلی اینه که محب چرا نعیمو بردی تو عملیات؟ محمودی شوخیت گرفته نعیمو بیدلیل میاری سر خاک منصور و صابر که موقعیت سازی کنیم؟ و خب این موقعیت رو قبلا دیدیم. تا الان 67% از شما معتقد بودید که نعیم بازم گلوله ای حرم منصور نمیکنه. منم موافقم، یعنی اگه بکنم منصور قرار نیست فلفور کشته شه. احتمالا محب جلوی نعیم رو بگیره، چون سه قسمت داریم و خواسته شخصی من از محمودی اینه که علت روانی بودن منصور بر ما هویدا شه. چون تا الان دلایل اقدامات منصور اصلا منطقی نبوده و فکر کنید 1% محمودی از بازجویی منصور توسط محب بگذره. مگه اینکه به قول بسیاری از شما محب خودش رو جلوی تیر نعیم بندازه. عجیبه ولی دراماتیک هم هست. و خب این همون سکانس سونیه که مدت‌ها دنبالش بودیم، لبخند منصور به مشک، ولی احتمالاً یه پایان متفاوت. یه پیشبینی هم از سوا مقدم داریم، اونم میاریم چون اولد اسکوله. سوا میگه که تیر نعیم میخوره به سعید. مورد بعدی که اشارات بسیاری بهش داشتید، ماجرای تنفر منصور از گربه سانان و تناقضش با این رفتار منصور با گربه سیاه خونه باقه. سپاس از علی و تینا بابت حمایت مالیشون از دایره جنایی یوتیوب. ولی خودمونیم، حالا که تو پیامای بازرگانی هستیم بذارید بگم که محمودی دل سردم کرده. چه اپیزودی بود محمودی؟ در مورد گربه دو تا حالت داریم. یکی این که منصور اصلا قصد قطعی کردن گربه رو داشته باشه، شاید اصلا کنسرو نجوشونده باشه. دو این که با دو تا آدم رو با روبرو باشیم،
من 100% انتخابم گزینه اوله. وقتی محمودی در انتهای اپیزود میگه که همه اینا منصوره، جایی برای نفر دوم نیست. اگر نفر دومی در کار بود حداقل یه زحمت میداد به خودش این گازوئیل رو اون میریخت تو جاده. و خب صحبت 15 سال انتظار و عدم سلامت روانه، پس منصور شریکی نداره، چون کسی با منصور در این حرکت روان پریشانه طولانی مدت همراه نمیشه. این پروژه شخصی منصوره و بالادستی یا شریکی در کار نیست. و البته this is fucking weird که شیرین تو بازجویی در مورد منصور چرا اصلا این ماجرا رو تعریف میکنه؟ چرا آخه میگی گربه رو تیکه تیکه کرد که شخصیت منصور تو ذهن ما شکل بگیره؟ نکته جالب بعدی که عنوان کردید اینه که پلیس مدرکی علیه منصور نداره و منصور در اپیزود بعد به شرط حیات آزاد میشه. فارغ از منطق، این موقعیت جالبیه و میتونه خون نعیمو به جوش بیاره. و خب درسته، به نظر در پرونده ساحل هیچ مدرکی علیه منصور نیست، یعنی جعل جنازه ساحلو که میتونه به راحتی منکر شه و آثار انگشتم که همیشه پاک کرده، اما پلیس میتونه منصور رو برای سرقت جواهر فروشی 15 سال پیش و فیک کردن مرگش بگیره. یک بار سمیه به دلیل اینکه زن بوده نتونسته این کارو بکنه. سمیه شهادت داده بود که منصور و صابر عباس رو از خونه کشیدن بیرون، ولی عدم اعتراف کردن یک مرد یعنی آقا نعیم به شهادت سمیه چربید. اما این بار شیرین هم میتونه شهادت بده، شهادت خود نعیم هم هست. نظرتون چیه؟ منصور میره پشت میله یا نه؟ و حالا اگه منصور بره زندان، یک تئوری دیگر داریم مبنی بر روبرو شدن نعیم و منصور پشت میله ها. چون خب این تصویر لیک شده، هممون دیدیمش، این سومین باری که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. آقا نعیم داره برمیگرده به خونه دومش و تقابل منصور و نعیم در زندان میتونه موقعیت جذابی برای به پایان بردن پوست شیر خلق کنه. و حالا زندان رفتن نعیم میتونه متعامدانه باشه، یعنی برای قتل ساحل مدرکی وجود نداشته باشه، برای منصور اعدام نبرن و تنها راه ورود نعیم به زندان باشه. هرچند فرشاد در عقیده سکن چهره منصور رو دیده و این شاید کاربردی باشه، اما حالا وقتشه که بریم سراغ اصل مطلب، انگیزه های منصور. ببینید، تصمیم گیری در مورد این ماجرایی که شیرین برای موقع تعریف میکنه بسیار دشواره و مسئله اینه که آیا شیرین باز هم داره چاچول سوار میکنه و به موهب دروغ میگه یا نه دم از حقیقت میزنه. چی باعث میشه این زن در سر شکل بگیره؟ خونه ای اول دیالوگ های شیرین خطاب به فردی نامعلوم در تیزر معرفی آنایتا افشاره. تو حالا فکر نکن خیلی بخشنده شدی. نه، بی وجودی که حقتو نمیگیری. نمیدونم اینا رو داره به کی میگه. به نعیم که نمیتونه بگه بی وجود زشته. خب آقا نعیم سنی ازش گذشته، پس قاعدتا روی صحبتش باید با منصور باشه. نه، گزینه دیگه به ذهنتون میرسه. ولی اگه شیرین دستش با منصور در یک کاسه است، پس چرا زن این بابا شده؟ چرا طلاها رو آب نکرده؟ چرا هنوز بدبخته؟ و خب یه تجاوز به ساحل و ارسال فیلمش برای نعیم هم داریم که هیچ جوره با انگیزهای منصور نمیخونه. و میگم، من دارم دیوونه میشم چون نمیدونم اینا حفره‌های محمودیان یا نه. خب منصور چه کاریه؟ ساحل رو میگرفتی، نعیم هم میگرفتی، میبستی به صندلی روبروی هم، بعد یه پای ساحل رو قطع میکردی، یه پای نعیم رو قطع میکردی و همینجوری میومدی بالا تا اعضای صورت. هزینش کمتر بود خدا وکیلی. حالا سوراخ‌ها چی ان؟ در درجه اول شیرین به موهب میگه که منصور نعیم رو لو داده، ولی نعیم تو اپیزود قبل گفت که عباس تو بیمارستان تموم کرد. ما اونا همونجا منو گرفتن. دیگه منصور اون زمان انقدر نیرو نداشته که برای نعیم به پا بذاره رد بیمارستانی که عباسو برده بزنه، بعد لب مرز یه خط ناشناس زنگ بزنه به پلیس لوش بده. اصلا چرا لوش بده؟ خب کافی بود بفهمه که نعیم رفته بیمارستان. مثلا همون نقشه اولیه، خود نعیم اگه نیم ساعت زودتر عباسو ببرد بیمارستان، خب نقشه ریده میشد توش. و تو ترکیه بودی، نعیم زنگ زد گفت شکر خدا صابر به خیر گذشت. گفتی فاک. یا شیرین به موهب میگه که نعیم زنگ زده صابر، گفت تو زندان خبر به گوشش رسیده که منصور لوش داده، گنجی در کار نبوده و طراح این نقشه منصوره و همین منجر به دیوونه و نفهم خطاب شدن منصور توسط صابر و به تبع اون کاردی شدنش میشه. اصلا نعیم از کی این خبر رو شنیده؟ خود نعیم اگه عباسو نبرد بیمارستان؟ و این در حالیه که نعیم تو همین قسمت پیش گفت که بعدن از لیلا شنیدم صابر و منصور همون شب به جای زیر خاکی طلاهای عباس خدا بیامرز و دزدیده بودن. به هنگام فرار لب مرز کشته شدن و برای همین علیهشون شهادت میده. ویر، اولا که نعیم چرا به موهب نگفت که گنجی در کار نبوده، اینا زیر سر منصور بوده. در ثانی، خب الان مکالمه صابر و نعیم همین بوده؟ صابر منصور لم داد خدافظ، یعنی صابر نگفته چی شده و کجان. ولی از سمت دیگه، خب آخه شیرین مگه احمق است که این دروغای شاخدارو بگه؟ خب موهب کافیه این دو تا سناریو رو مثل ما بذاره کنار هم تا بفهمه که یه جایی کار مثل تیمور لنگ میلنگه. نظرتون چیه؟ شیرین دروغ میگه یا با یه حفره تیپیکال محمودی روبرو هستیم؟ درسته شیرین قبلا دروغ گفته، ولی خب مثلا این چاقوی صابر نشانی که نعیم به صابر میده که جزء بیانات شیرین نیست، محمودی داره بهمون نشونش میده. پس قضیه چیه؟ محمودی؟ شیرین مغز متفکره؟ بعیده، چون محب بهش گفته که کاری نیستی،
پس حالا این نگاه های اپیزود قبل کجای دلم بذارم؟ خب مثلا این فیلم هایست داشتن منصور از شیرین هم هست که حیف دیستشو ندم. بابا قضیه مال 15 سال پیشه، تعداد پیکسل های گوشی از انگشتای پا فراتر نمیره محمودی. و چجوری میخواستی فیلمو پخش کنی؟ با بلوتوث تو مترو؟ و خب این عکس و فیلم ها قبل از این اتفاقات تهیه شدن، یعنی منصور به زنش گفته که گت نیکت میخوام ازت 4 تا فیلم هایست تهیه کنم برای یه روز مبادا، یا خودش هم تو فیلم هایست ها بوده، با نوکیا 7610 این کارو کردی، یا دوربین حرفه‌ای داشتی منصور، شاید هم تایتانیک وار عمل کردی. میدونم الان میگین منصور روانی بوده، برای همین از زنش فیلمو عکس گرفته، بنابراین مسئله پایانی روانی بودن منصوره. این اصلا دلیل قانع کننده ای نیست محمودی، ما یه علت درست درمون میخواین. نمیتونی بگی قاتل قاتله چون روانیه، نمیتونی بگی خاصیت قاتل قاتل بودنه، چون میدونم حالا که منصور روانیه دیگه هر سوراخی تو سریال پیدا کنی میخوای بگی به خاطر اینه که منصور روانیه. ولی این چه روانیه؟ چرا بعد از کشتن عشقش صابر شیرینم نمیکشه؟ مگه روانی نیست؟ یعنی اینقدر منطقیه که بگه خب من صابر را کشتم، شما این طلاها را بردار، برو تهران بگو ما مرده ایم. و چرا منصور بعد از کشتن صابر خودشو نمیکشه؟ قاعدتا بعد این کارو میکرد. یا اینا تازه 15 سال پیش فهمیدن منصور روانیه؟ یعنی تو مدرسه صابر یه رفیق فاب نداشت که منصور بره سرشو ببره؟ پیش از این صابر به منصور نگفته بود روانی؟ یا مامانشون مثلا رقیب عشقی نبود برای منصور؟ خب اونم صابر رو دوست داشت. یا نعیم که گفت منصور رو ببرید تیمارستان، پس چرا بهش اعتماد کرد که بره بالا سر گنج کشیک بکشه؟ و اینم متوجه نمیشم که منصور به صابر تمایل جنسی داشته یا نه، چون مسئله جنسی میتونه علت بدی نباشه برای این حرکات، ولی عشق داداش صرف هرگز. و همه این سوالات به یک دلیل ذهن رو آکنده کردن که هنوز علت درستی برای اعمال منصور پیدا نشده. تجاوز به ساحل و ارسال فیلمش برای نعیم نمود عین به عین میخواد، مگرنه کشتن سلطان رضا پروانه انتخاب بسیار مناسب تری بود. و البته در نهایت این صبر 15 ساله یه دلیل محکم میخواد. حالا اینا نقشه منصور، خودش میخواسته دستگیر شه باشه، ولی خب چرا؟ That's it. اینم از این. من به شخص امیدوارم که محمودی همینجا ته ریشه یه اتفاقات نقطه نذاره و یه علت واقعی ارزونی میکنه، ولی خب از سمتی هم میترسم که محمودی بگه نه خب منصور روانیه، هر کاری از دستش برمیاد. نظر شما چیه؟ علی استادی هنوز تو سریال نیومده، هنوز آقای فاطمی و فرشاد عرقی رو زمینن و ارتباط صمد و منصور هم همینطور. لطفا سرنخ و تئوری بذارید تا در این سه اپیزود باقی مونده پرونده رو با هم حل کنیم. ها در انتها میخوام یه یوتیوبر تیپیکال بشم، اینو یادم رفته بود. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی، لطفا کامنت بذار، سابسکرایب کن. تموم شد، بریم.